58مین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا از آخرین وضع پرونده های فساد بزرگ بانکی و میلیاردر معروف تا پاسخ به شایعه رفع حصر یکی از سران اژه‌ای درباره پرونده فساد بزرگ بانکی با دادن این خبر که درخواست متهمان اصلی این پرونده برای اعمال ماده 18 یا همون تکرار دادگاه و رسیدگی قضایی رد شده، شایعات تغییر احکام این متهمان رو رد کرد. البته موضوع خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و یکی از متهمان اصلی و فراری پرونده که امروز خبرساز شده بود جداگونه مطرح شد. خبرنگارا صحت و سقم خبر نقد شده از اینترپل مبنی بر اینکه خاوری از کانادا خارج شده و احتمال داره با تغییر هویت به مکزیک بره رو از سخنگوی دستگاه قضا پرسیدن و اژه‌ای بعد از یادآوری کارشکنی طرفهای خارجی برای برگردوندن خاوری گفت: نمیدونم، من فقط خبرش رو در حد سایت ها خوندم، از وزارت امور خارجه و یا مقامات رسمی دیگه هنوز این خبر را تاییدش نگرفتم. خبر تازه دادستان کل کشور درباره پرونده میلیاردر معروف هم این بود که این فرد فهرست اموالش رو به دستگاه قضایی اعلام کرده و گفته حاضره برای تسویه حساب بدهیش اموالش رو به وزارت نفت منتقل کنه. دستگاه قضایی هم منتظر تصمیم وزارت نفت تا بعدش اگه متوجه وقوع جرمی بشه به اون رسیدگی کنه. اژه‌ای در تکمیل صحبت‌های دیروز وزیر دادگستری مبنی بر دستگیری 10 نفر از مسئولان تعزیرات حکومتی هم گفت این افراد مرتکب جرائم سنگینی شدند و ما با این قضیه برخورد می‌کنیم. سخنگوی دستگاه قضا انتشار اخباری مبنی بر رفع حصر یکی از سران فتنه رو هم کذب دونست و گفت نظام ارفاق فراوانی کرده، رأفت و رحمت زیادی رو نسبت به بعضی از مجرمین و سران فتنه به خرج داده. امروز هم هیچ سیاستی در خصوص این مسئله رخ نداده، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و اینکه شما فرمودید رفع، نه به هیچ وجهی تا این لحظه چنین چیزی وجود نداره و نداشته. تغییر منزل این چندین بار از اول تا حالا اتفاق افتاده، چیز جدیدی نیست. این از اول تا حالا به خصوص در مورد همین شخصی که شما نام بردید این اتفاق افتاده تا به امروز هم و این معناش نه تغییر سیاستی و اتخاذ امر جدیدی نیست، همون مسئله بودی که گذشته هم اتفاق افتاده، دوباره هم تکرار شد.